Hello, friends. How are you? Hope you feel great. This is Sarah Abadi with lesson 2 of Learning English Through Texts. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشید مثل همیشه. درس دوم از سری درس‌های یادگیری زبان انگلیسی از طریق متون رو داریم. برای امروز یک متن بسیار جذاب داریم و قراره از این متن کلی کلمه جدید یاد بگیریم و کلی اصطلاح جدید یاد بگیریم. متن درس درباره یک آقایی هست، آقای شان ایکن، که 52 کار مختلف رو تجربه کرده برای اینکه ببینه کار مورد علاقه مطلوبش چی هست. خب میریم که متن رو بخونیم و بعد درباره درک مطلبش و اصطلاحات جدیدش با هم دیگه صحبت بکنیم. One man, 52 jobs. After graduating from college, Sean Aiken knew he would need to find a job soon. The problem was that he wasn't sure what kind of work he wanted to do. One night at the dinner table, his father encouraged him to do what he liked most. His father said he had worked his whole life doing a job he didn't really enjoy. Aiken wanted a different future. That night, he promised himself that he would find something that he was passionate about. Aiken set a goal to work a new job each week for a year. That's 52 occupations in 1 year. And he did it. 1 week as a dairy farmer, he milked cows every morning. Then, in another week, he was an astronomer studying the night sky. Aiken's favorite job, though, was teaching. He learned he was happiest when he was helping others. Aiken also learned that it's okay to not know what you want to do right away. He wrote a book about his experiences, and today he tells his story to college and university students. His message? You'll find your perfect job one day. After all, Aiken found his. خب از این متن جذاب چیا یاد گرفتیم؟ چیا فهمیدیم؟ اینکه آقای شان ایکن 52 کار مختلف رو هفته یک کار طی یک سال تجربه کرده، این کلیت متن هست، درسته؟ برای اینکه ببینه از چه کاری خوشش میاد و چه کاری در واقع شغل لایف تایم، شغل کل زندگیش قراره باشه. خیلی جذابه نه؟ اینکه آدم امکان داشته باشه و کارهای مختلف رو انجام بده و ببینه کدوم کار در واقع برش مناسب هست. خب بریم سراغ اصطلاحاتی که در این متن بود. در وهله اول میبینید که توضیح داده میشه که after graduating. graduating یعنی چی؟ graduating from college. خب کالج اینجا داره به ما کمک میکنه که متوجه بشیم درباره دانشگاه هست. فارغ التحصیلی از دانشگاه، graduating یعنی فارغ التحصیل شدن. و خب مسلماً که به دنبال کار میگشته. to find a job. to find a job یعنی پیدا کنه یک کار رو، یا در واقع کار پیدا کردن. خب در قسمت بعد میبینید که توضیح داده میشه که his father encouraged him. encouraged him. encourage ایدی که حالا یه ساختار مربوط به گذشته هست که دربارش در درس‌های آینده صحبت خواهیم کرد. ولی encourage یعنی تشویق کردن.
از courage میاد. courage یعنی جرأت بخشیدن، دل و جرأت. courage یعنی دل و جرأت و encourage یعنی اینکه این دل و جرأت طرف رو با تشویق کردن میان پررنگ‌تر می‌کنن برای اینکه حالا یک کاری رو انجام بده. His father encouraged him. پدرش اون رو تشویق کرد. پس پدرش این ایده رو بهش داد که در واقع به این فکر کنه که چی رو بیشتر از همه دوست داره و اون کار رو انجام بده. چرا این کار رو کرد؟ برای اینکه پدر برای شان توضیح میده که چی؟ ببینید در این جمله. He had worked his whole life doing a job he didn't really enjoy. به خاطر اینکه تمام زندگیش پدرشان میگه He didn't really enjoy. Enjoy یعنی چی؟ Enjoy یعنی لذت بردن، یعنی حس خوب داشتن. و داره میگه که خوشحال نبوده از کارش پدرشان و از کارش لذت نمی برده، از کاری که انجام میداده. خب خیلی مهم هست، درسته؟ آدم کاری رو انجام بده که دوست داشته باشه. So, enjoy means like something. Be happy with something. با یک کاری خوشحال باشیم، حس خوبی داشته باشیم از یک چیزی. Enjoy. و خب مسلماً شان نمیخواست که همون عاقبت رو داشته باشه. He wanted a different future. کلمه بعدی چی کار کرد؟ شان به خودش He promised himself. That night he promised himself. Promised باز ایدیش برمیگرده به ساختار گذشته. ببینید ما در یکی از حالاتی که حالا یاد خواهیم گرفت در گذشته ایدی به کار میبریم که حالت در واقع قاعده مند صحبت از گذشته هست. He promised himself یعنی به خودش قول داد. He promised himself. به این ساختار خوب دقت کنید. He promised himself به خودش قول داد. ببین ما promise که میکنیم این قول رو معمولا به یک نفر این قول رو میدیم دیگه، که حالا اینجا گفته himself به خودش. ولی دیگه چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم که مثلا he promised، آها اینجا میتونیم یه مفعول داشته باشیم، his father مثلا، یا مثلا I promised اسم میتونه باشه. مثلا یک به یک دوستی ما یه قولی دادیم، میگیم که I promised for example I promised Eric مثلا حالا اینکه یه کاری برش انجام بدم، آها یا اینکه I promised my mom. درسته، معمولا چه قولی میدیم؟ به مامانا قول میدیم که بچه های خوبی باشیم، کارمون انجام بدیم، درسمون رو بخونیم و ماننده این. خب پس promise میتونه بعدش اسم یک شخص یا یک ضمیر بیاد که نشون میده که این قول به کسی داده شده، یک فرم هست در واقع که داریم یاد میگیریم، و promise هم که به معنی قول دادن هست. خب بعد در ادامه داستان میبینیم که Aiken set a goal. Aiken set a goal. Aiken همون شان هست در واقع، شان Aiken. Set a goal. Set a goal یک اصطلاح، یک فریز هست، عبارت هست به معنای اینکه یک هدفی قرار میدیم. Goal یعنی هدف. Set a goal قرار دادن یک هدف، در نظر گرفتن یک هدف. هدفش چی بود؟ خب set a goal to work a new job each week. یک شغل جدید در هر هفته، همون چیزی که در بارش صحبت کردیم. و job به معنای شغل هست دیگه. دیگه چه کلمه ای هست که میتونه هم معنای job باشه؟ در این متن هم داریم. That's 52 occupations. Occupations. ببین occupations یعنی شغل. یعنی اینکه شما مشغول یک کاری هستین. occupy یعنی مشغول شدن، اشغال کردن، اینکه تایمتون رو وقف یا در اشغال یک کاری قرار میدین. occupation میشه همون معنای شغل در واقع در زبان فارسی. So for one year. yeah okay. خب حالا اینجا یه توضیحی میده که دو مثال از کارهایی که انجام میده رو اینجا میاره. یکی اینکه As a dairy farmer. Dairy farmer. Farmer میشه کشاورز. Dairy
میشه محصولات در واقع لبنیاتی و حالا دیری فارمر یعنی به عنوان یک کشاورز دامدار، به عنوان یک دامدار کار کرد. ببینید میگه he milked cows every morning، گاوها رو milked، milk اینجا ببینید فعله، he milked cows به شکل فعلی به کار رفته، میبینید که همون ایدی رو باز اینجا داره، ایدی گذشته رو. he milked cows یعنی اینکه گاوها رو میدوشیده، شیر گاوها رو میدوشیده. پس milk وقتی به شکل فعلی به کار میره، milk cow یا milk sheep، میشه اینکه دوشیدنه در واقع حالا گوسفند یا گاو. و باز شغل دیگری که اینجا درباره صحبت میشه چی هست؟ astronomer as an astronomer میشه منجم، میشه فضاشناس یا اخترشناس. ایشون به عنوان یک منجم هم حتی کار کرده. منجم کارش چیه؟ ببین بعدش گفته studying the night sky آسمان شب رو مطالعه میکرده. خب بعد آقای ایکن چه شغلی مورد علاقش بوده؟ ببینید وقتی میخواییم بگین یک چیزی مورد علاقه شماست، یک چیزی مطلوب شماست، میتونید از کلمه favorite استفاده کنید. favorite، ایکن's favorite job، شغل مورد علاقه ایکن. favorite job، شغل مطلوب، شغل مورد علاقه. favorite، دیگه چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم favorite singer، favorite actor، favorite celebrity، favorite track، یعنی اون مثلا یه ترک موسیقی که خیلی دوست داری، favorite album، favorite music، favorite، حتی میتونیم بگیم favorite food، درسته؟ پس برای چیزهای مختلف ما میتونیم این favorite رو به کار ببریم که به معنای مطلوب هست. خب یه نکته دیگه ای که تو همین جمله هست ببینید، Aiken's favorite job، کما گذاشته though. این کلمه رو دقت کنید، though taught نیست، through نیست، through نیست، though به معنای اما، هرچند، به معنای در واقع یک جور تضاد در معنا ایجاد میکنه. میگه اما شغل مورد، اگه بخوایم معنا کنیم میشه اما شغل مورد علاقه ایکن. بعد گفته که was teaching، این یه ساختار خیلی خاص هست، الان هم قرار نیست کاری با گرامرش داشته باشیم، ولی خوبه که بدونیم معناش اینجا معنای اما هست. خب دیگه چی داریم؟ آها، در جمله بعد که گفته میشه که آقای ایکن در واقع این رو یاد گرفت که اوکی هست to not know what you want to do right away. right away، right away یعنی در لحظه، یعنی همون آن. میگه که لازم نیست همون آن، فوری لازم نیست بدونیم که میخوایم چیکار بکنیم. ببین right away هم معنای right now هست، یعنی در جا، فوری. اوکی؟ و باز میگه که he wrote a book، یک کتاب نوشت درباره چی؟ about his experiences. experience اصولا یک کلمه ایه که ما میگیم experience رو جمع نمیبندیم، یک کلمه معنایی هست. اما وقتی که به یه سری، مثلا اینجا داره اشاره میکنه به کارهای مختلفی که آقای شان انجام داده، بنابراین ما میتونیم بگیم experiences، یعنی اون تجربه هایی که از شغل ها داشته در واقع. پس about his experiences، اس جمع هست، experience میشه تجربه، experiences میشه تجربه ها. و نهایتا after all، ببینیم من میگم نهایتا آخر کار و در نهایت. خب after all یک همچین معنی داره. after all Aiken found his، بالاخره، یعنی هم معنی فاینلی میشه تقریبا. after all یعنی بعد از همه اینها، پس فاینلی میتونه هم معنیش باشه یا eventually. after all
در نهایت بالاخره آخر کار ایکن found his favorite job. ایکن کار مورد علاقش رو پیدا کرد. I hope you also find your favorite job. امیدوارم که شما هم شغل مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید. خب امیدوارم که درس رو دوست داشته باشید و حتما خاطرتون باشه کلمه ها رو برای خودتون چند بار تکرار بکنید، درس رو چند بار گوش بدید، تلفظ کلمه ها رو تمرین بکنید و از اون مهمتر فراموش نکنید حتما باید با این کلمات برای خودتون جمله بسازید. در جمله باید کلمات رو به کار ببرید تا اونها رو یاد بگیرید و در ذهنتون بمونه. خب از ما حمایت کنید، درس رو لایک کنید لطفاً و برمون حتما کامنت بگذارید با کلمات جمله بسازید و درس رو با دوستانتون در میان بگذارید. See you soon and bye.